أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. امیر بیان، لنگر زمین و آسمان، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن: بندگان خدا، شما را به تقوا داشتن از خدا سفارش می کنم که آن توشه است و پناهگاه. عبارت امیر المؤمنین این است: اوصیکم عباد الله به تقوى الله، التي هي الزاد و بهل معاذ، زاد مبلغ و معاذ منجه. فرمودن تقوى پناهگاهی است و توشه است رساننده به منزل. گاهی انسان سفری و برنامه دارد، باید هزینه برای سفر در نظر بگیرد که او را به مقصد برساند. حضرت فرمودند تقوا توشه است که انسان را به منزل میرساند و پناهگاهی است رهاننده از هر خطر و از هر آسیب. در زندگی انسان را تقوا محافظت می کند. امید است همه من به این سفارش توجه بکنیم و نصب العین زندگی من قرار بدهیم. در خطبه اول بحث را که داشتیم، عالم و محور حرکت جامعه کیست که پیامبر فرمود نگاه به چهره او عبادت است. حتی در بعضی روایات اونقدر تشویق شد که نگاه به در خانه او عبادت است. عرض شد که اون کسی و اون انسانی با فکر و اندیشه است که در تزاحمات جامعه را بتواند
رهبری کند و هدایت کند و مسیر حرکت جامعه را بتواند مشخص کند. حرکت جامعه مثل یک خطای متخصص نیست. یک جراح، یک پزشک اگر خطایی مرتکب شود، خب نتیجه خطا نابودی و هلاکت و فوت و در واقع نابودی یک انسان است. اما اگر حرکت جامعه به خطا رهبری شود، جبران امکان ندارد. انسان‌ها در طول تاریخ در مدت‌ها بیراهه حرکت می‌کنند و این حرکت بیراهه انسان و جامعه قابل جبران نیست. متفکران و اندیشمندان در معرفی دین به شکل کلی که عرض بکنم سه راه را پیمودن و سه نظریه را دادن. یک نظریه این است که همه انبیا، همین حدیث معروف 124,000 پیغمبر، معتقدند همشان برای دو چیز آمدند. به عبارت دیگر هدف انبیا دو چیز بیشتر نیست: اعلان قیامت، معرفی قیامت، و بحث دوم و مقصد دوم ترس و انذار از آخرت. ما آخرت رو قبول بکنیم و برای ترس از آخرت برنامه ریزی بکنیم. یک حرکت اینه، یک برداشت این است. عده ای معتقدن نه، آمدن انبیا، فرستادن پیامبران الهی، بعثت عظیم انبیا که خداوند برنامه ریزی کرده، فقط به خاطر آن است که بشریت در دنیا عدالت را عملی کنند، اجتماع را طوری مدیریت کنند که حق به حقدار برسد. دیگه کاری به عبادت و به بندگی و به تقرب نداریم. کسی که مجری عدالت باشد، این انسان در واقع خودش اهل عبادت است. اون نظریه اول یک نظریه تقریبا افراطی است، خیلی تنگ و کوچک فکر میکنه که همه هدف و همه مقصد و مرام انبیا آخرت و حرکت در مسیری که از آخرت نجات پیدا بکنه. حرکت دوم خیلی در واقع روشن فکرانه و روشن معابانه است که ما زیاد خودمان وارد این مباحث نمی کنیم. بیشتر هدفمان این است که مسیر حرکت خودمان را بشناسیم. در حرکت متهجرانه دنیا یک پل معرفی میشه، یک پل موقت. اصل هدف آخرت است. اگرچه در بیانات ائمه معصومین ما نکاتی داریم، اما انشالله با تحلیل و دقتی که خواهیم داشت به واقع قضیه خواهیم رسید. از کیفر آخرت همه انسانها را میترسانن و میهراسانن. در دیدگاه دوم که همش بحث عدالت اجتماعی، بحث حقوق مطرح است، سایر عبادات بهش توجه نشده، به نماز، به وجوهات، به دعا، به اینها توجه ندارن. میگن هر که عادل بود، مجری عدالت بود، اما کار اوست. اما حقیقت قضیه این است که هر دو نظریه خطرناک است. ما باید یک راه عمیق را شناسایی بکنیم که امروز جامعه با او مبتلا است. هم در بخش اعتقاد به آخرت ما را مدیریت بکنه، هم در اجرای عدالت اجتماعی ما را یاری بکنه. خیلی خلاصه و در واقع کوتاه عرض میکنم، کسی که اهل نماز نیست، این آدم یقین داشته باشین اهل عدالت هم نخواهد بود. از اون طرف
نماز که ما را از گناهان دور نکند اون نماز، اون نماز نیست که از ما خواسته شده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکرات باز می‌دارد. بندگان صالح خدا در قرآن وقتی معرفی می‌شود، کسانی هستند که نماز برپا می‌دارند، از اون طرف عدالت را اجرایی می‌کنند. متاسفانه هر دو نظریه خطرناک است. این که عرض کردم از نظر پیامبر، عالم واقعی اون کسی است که در این تزاحمات، در این درگیری‌های فکری و حرکت‌های متضاد حقیقت را بتواند دنبال بکند. چند تا نمونه عرض می‌کنم تا بحثمان روشن شود. بعضیا فقط دین را در عبادات خلاصه کردند. پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند من سقا تلحتن او صدره، کسی که نهالی را آبیاری کند یا گیاهی که برگ دارد و سبزی و تراوت را در جامعه به وجود می آورد او را آبیاری کند، فکأنما سقا مؤمنا، مثل آن است که یک مؤمن را آب داده. همین آیاتی که در سوره مبارکه جمعه میخوانیم و انصافا اگر دقت کنیم انرژی میگیریم، که الحمدلله دقت میکنیم. میفرماید در روز جمعه با تلاش خودتان به نماز جمعه برسانید. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اما میفرماید وقت نماز جمعه به پایان میرسد، قضیت الصلات، وقت نماز جمعه را خوندین، روز جمعه را سپری کردین، فانتشروا فی الارض، در زمین حرکت کنین، یعنی با انرژی عبادت، با انرژی بصیرت کار روزانه و هفتگیتان با نشاط و با هدف کلان شروع کنین. معنای این هدف این است، این عبارت این است که هم عبادت بکنین و از عبادتتان انرژی بگیرین، راهکار بگیرین و در زندگی اجتماعیتان از دیگران جلوتر باشین. پیامبر می‌فرماید آبیاری کردن درخت و گیاه مثل آب دادن به مؤمن است. نمیشه ما همیشه منتظر باشیم غیر مسلمان ها ما را کمک بکنن. این وضعیتی که الان در جوامع اسلامی مخصوصا در کشور ما به وجود آمده، این نیاز به یک تحول بنیادی و اساسی داره. باور کنین کسانی که دم از اسلام میزنن، اگر به این مقوله‌ای که عرض میکنم توجه نکنن، هر چه زمان سپری میشود ماها مقصریم و اسلام را بد معرفی کردیم. پیامبر فرمودن کسی که درخت را آبیاری می کند گویا مؤمن را آب داده است. یکی از شیعیان به نام معلی ابن خنیس، معروف است، علما که در جلسه هستند اهل مطالعه با این اسم آشنا هستند، از شاگردان آقای امام صادق علیه السلام است، می فرماید آقای امام صادق علیه السلام در یک روزی با ما برخورد کردند. مرا وقتی دیدن دیر شده بود، اهل بازار بود، اهل کار و تجارت بود. خب دیدین آدم بعض وقتا دیر سر کارش میره، حالا گاهی به درس، گاهی هم به بازار، گاهی هم به اداره. میفرماید که حضرت وقتی مرا دید داشتم دیر میرفتم به بازار، فرمودن که تأخرت عن السوق، من از رفتن سوق، از رفتن به بازار یک مقداری دیرم شده بود. فرمود عقد الی الذکر، حضرت فرمود که چرا دیر میری، چرا
به سمت عزتت با تنبلی حرکت میکنی. حضرت فرمودن که اغدو الى غره، صبح زود با نشاط به سمت عزتت حرکت کن. همین آیاتی که در قرآن داریم، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت برای خدا، برای مؤمن، برای پیغمبر، برای مؤمنه. خب اگر درآمد نداشته باشیم، اقتصاد نداشته باشیم، دست دهنده نداشته باشیم، همیشه دستمون دراز باشه برای گرفتن، چجوری عزت درست میشه؟ حالا این مردم رو اجبار کنیم به نماز خوندن. نمیگم نماز نخوان، عرض کردم باید اهل نماز باشیم، اهل نماز شب، اهل نوافل باشیم، اما در کنار این نماز باید به فکر آبادی شهر و خانه و قریه و زندگی من باشیم. ما باید همونطوری که روایات گناه و معصیت به مردم میخوانیم، روایات اجتماعی را هم بخوانیم. امام معصوم حضرت صادق علیه السلام میفرماید الید العلیا خیر من الید السفلا، او دستی که بلند است برای دادن، برای کمک کردن، این دست خیرم، همطوره که حی علی خیر العمل داریم، نماز بهترین عمل است، امام صادق میفرماید دست دهنده خیر است. منتها نماز خیر العمل است، دست دهنده از دست گیرنده برتر است. اسلام یک چنین دینی است، یک چنین باوری است. پس ما به علمای نیازمندیم و نیاز داریم که این حرکت اجتماعی را بتوانه مدیریت بکنه. راه حلش و مسیری که میتواند ما را به این راه برساند، تعمق به قرآن و دقت توجه بیشتر به زندگی رسول الله که الگوی واقعا حسنه برای بشریت است و تربیت شدگان اون بزرگوار. خیلی روایت داریم در کتاب‌های مختلف ما باب تجارت که چگونه تجارت بکنیم، باب زراعت روایت داریم، یک باب داریم، هر کس بازار رها بکنه فکرش ناقص میشه. ترک تجاره مذهبتون للعقل، کسی که اهل بازار نیست این فکرش ضعیف میشه، عقلش نسبت به دیگران میای پایین. اما از اون طرف یک مجموعی از روایات داریم که مجبورم از بابه که حالا بفهمیم، مذاکره علمی باشه، روایات داریم که بازاره ها از سگ یهودی نجسترن، اهل السوق یعنی بازاره ها انجس من کلب الیهودی. باید با اعتقاد به آخرت، به اینه که فردا ما باید جواب بدیم، این رباها و این ظلمها و این اجحافهایی که در بازار صورت میگیره، متاسفانه امروز کشور ما گرفتاره. یک برنامه اقتصادی رو مردم با زحمت با تلاش راه اندازی میکنن، یه تعداد محدود اینهایی که بالاخره در اثر روابط و در اثر همین راههایی که یاد گرفتن زمینه کارهای اقتصادی همه را تضعیف میکنن. کار را از خیلی ها گرفتن، با یک سرمایه های محدود کسی نمیتونه تو داخل بازار کار بکنه. باید یک کاری برای بیرون رفت جامعه انجام بدیم. ما نیازی به سوخت داریم، ما نیازی به مواد خوردنی داریم، مواد شوینده داریم،
خلاصه به انواع آشامیدنی نیازمندیم. بعض وقتا مردم با سختی زمینه یک اقتصاد را فراهم میکنن، بعد چهار نفر آدمی که باید ثروت دست همه باشه، فقط دست یک عده نباشه، فقط اغنیا به او دسترسی نداشته باشه، اینا با هم تبانی میکنن، حمایت میشه، زمینه کار را از همه میگیرن. به همین دلیل وضعیت رشد نمیکنه. ما شاهد متاسفانه افول روز به روز و بیشتر و فقر بیشتر در جامعه هستیم. برای بیرون شدن از این وضعیت هم علما ماموریت دارن، هم حکومت ماموریت داره و هم دانشگاهیان و خلاصه اندیشمندان ماموریت دارن یک حقیقت را به مردم معرفی بکنیم، وضعیت متحول بکنیم و کارو در واقع دسترسی را برای همه فراهم بکنیم، هم در بازار، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه اداره جامعه و کشور. و الا با سختگیری، با حرکت افراطی کار به هدف نمیرسه، همونطوری که با حرکت تفریطی و اینهایی که فقط دم از شعار و آزادی و عدالت میزدن کار به جایی نرسید. راه های زیادی برای رسیدن به این حقیقت وجود داره که انشالله در جلسات آینده و در خطبه های آینده بس خواهیم کرد. این آیه شریفه را که در سوره مبارکه قصص است ترجمه کنم، انشالله بحثمان تکمیل بشه و در آینده هم پی خواهیم گرفت. تلکت دار الاخره، تلکت دار الاخره، این خانه قیامت، نجعلها، ما ایرا قرار دادیم، للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. خانه آخرت مال کسانی است که در دنیا برتری خواهی ندارن، خودشون از دیگرا برتر نمیدانن، نسل ویژه نمیدانن. لا یریدون علوان فی الارض، در سراسر زمین خودشون مثل دیگرا میپندارن، ولا فسادا، اگر کسی در جامعه خودش از دیگرا بالاتر میداند، حق بیشتر به خودش قائل است، این آدم به درجات آخرت نخواهد رسید. و همینطور کسانی که در جامعه فساد و ظلم و حق کشی را به وجود می آورند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح صلی الله علیه و آله ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. در خطبه دوم
دو سه نکته که لازم است به سمع شما نمازگزاران و مهمانان حضرت حق برسانم را مطرح میکنم. یکی دو نکته مربوط میشه به مسائل روز و اجتماعی، نکته سوم هم که یک نکته اخلاقی است، باز هم در بیرون رفت از خیلی از مشکلات ما را یاری خواهد کرد. دو روز قبل یعنی 25 همین برج جاری جلسه در مسکو برگزار شد که حدود 10 کشور در اون جلسه دعوت شدند. البته مدیریت جلسه و در واقع ابتکار این اجلاس با روس‌ها بود، اگرچه چهارمین جلسه است، اولین جلسه ای که با همین هدف شروع شده بود در سال 2017 بود، تقریبا نزدیک به 6 سال قبل، در اون زمانی که نیروهای اشغالگر و آمریکایی‌ها برنامه داشتن و فکر میکردن که با برنامه‌هایی که چیده بودن از افغانستان بیرون شوند. در اون مقطع جلسه محدود بود، اما الان جلسه بزرگتر شده، 10 کشور با هم جمع شدن. هدف از این جلسه هم صحبت کردن درباره افغانستان، راه حل در واقع از وضعیتی که موجود است پیدا کنن و وضعیت را تغییر بدن. خود روس ها هستن، چینی ها، هندی ها، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستانی ها، ترکمنستانی ها و همینطور ازبکستانی ها، اکثرا کشورهایی که به شکلی با افغانستان همسایه هستن و هم مرزن و روابط دارن. منتها در این جلسه که 25 همین برج عقرب برگزار شد، معروف است به نشست مشورتی به نام فرمت مسکو، در این جلسه درباره افغانستان حرف میزنن. برای اولین بار که چهارمین جلسه هست، از داخل افغانستان از امارت اسلامی کسی دعوت نشد، یعنی نماینده ای از خود افغانستان دعوت نشد. البته ما به سهمی که به عنوان یک افغانستانی داریم از این عملکرد ناراضی هستیم. با همه فراز و فرود که داره، حضور یک نماینده یا نمایندگان از افغانستان در یک نشستی که برای افغانستان برگزار شده، بیشتر راهکار را دنبال میکنه و مفید است. حالا دلیل این در واقع برخورد این است که اونها نگران در واقع به وجود آمدن یک حرکت باعث وحشت و ارعاب اونها در افغانستان، مخصوصا در شمال هست که اونها بیشتر احساس نگرانی میکنن. اما اون چیزی که هم ما باید متوجه باشیم هم اونها متوجه باشه این است که اونها دلیلشان این است که سخنگوشان بیان کردن، گفتن آقا افغانستان نتوانست یک دولت که همه اقشار را داشته باشه، به تعبیر معروف همه شمول به وجود بیاورد، لذا ما نماینده افغانستان دعوت نکردیم. ما معتقدیم و یقینا مسئولین امارت اسلامی و اداره‌ای که افغانستان داره اداره میکنه به این نتیجه رسیده که برای یک حاکمیت ماندگار و مدیر و مدبر، حضور همه اقشار در دولت و در اداره مملکت ضروری است.
ما اینا را میشنویم، در صحبت ها میبینیم، در برخورد ها میبینیم، اگرچه عملا به شکل اجرایی در خیلی از وزارتخانه ها و مسئولیت ها و ریاست ها این عملا اجرا نشده، اما به این باور رسیدن و روز به روز این باور خودش نشان میده. اونایی که دم از مقاومت میزنن، دم از جنگ و در واقع زمینه های ناامنی میزنن، باور کنین روز به روز این عرصه ها سرتر میشه. نه اینی که همینطوری یک حرفی باشه، هم تجربه است الحمدلله، هم فکر است و هم همین نگاه هایی که به صحبت ها و به اصطلاح حرکت ها به شکل کلی وجود داره، این قضیه را داره روشن میکنه. باید در افغانستان این تفکر حمایت بشه که ما هر که هستیم به عنوان صاحبان افغانستان از همه اقوام، حالا مسائل مذهبی که الحمدلله در افغانستان مشکلی نداشته و انشالله در این دوره هم بیشتر اوضاع مدیریت میشه، ما باید همه مانی تفکر دنبال بکنیم که ما میخواییم در یک کشور زندگی بکنیم، حکومت باید مال همه باشه، مسئولیت باید مال همه باشه، درآمد باید مال همه باشه، اگر آسیبی خطری هم هست باید روی دوش همه باشه. چاره ای جز این نیست، غیر از این راه حل وجود نداره. بخوایم با انتقام گیری ها، با کینه هایی که به وجود آوردن اینها را دو مرتبه ما پیگیری بکنیم، مدیریت جامعه سخت است. همه باید آماده بشیم برای اینکه با نسل جدید، الحمدلله ما دیدیم در این تحول خیلی ها خودشان آماده کرده بودن برای یک خلاصه باجگیری مجدد. خب الحمدلله ما بینیم خیلی هایی که در شهر بودن، در کشور بودن، دهن شیرین کرده بودن که حالا این تحول میایه و ما هستیم، واقعا اونا نیستن امروز. ما خوشحالیم، باید مدیریت داده بشه به انسان‌های شایسته. لازم نیست یک عده‌ای که دهه ها چندین دهه بر گرده مردم سوار بودن، اونها باید به نام خلاصه قوم و مذهب بیاین همیشه امکانات همه را بیرو باین و ببرن. نسل جدید الحمدلله در همه ملت ها، در همه اقوام، در همه جای افغانستان وجود داره. با این وضعیتی که این تفکرش داخل کشور الحمدلله احیا شده و آرام آرام زبان بیانش هم الحمدلله فراهم میشه، یعنی دیگه اون به اصطلاح تبلیغاتی که میشد نمیشه مسائل گفت، نه الحمدلله خیلی مطالب گفته میشه. حالا انشالله که بحث انتشار و پخش و به اصطلاح رسانه‌ای شدنش هم آرام آرام فراهم بشه، این وضعیت انشالله بزرگتر بشه، فراتر بره و تا این بهانه هم از دست اینها گرفته بشه. خب اینا دلیلشان اینه که چون یک حکومت همشمول نیست، لذا ما نماینده امارت اسلامی را دعوت نکردیم. امیدواریم که این تفکر تنها حرفش نباشه. بعضی از کسانی که جلسات زیادی را دنبال میکنن همه در صحبت ها به این نتیجه رسیدن که باید یک تحول در این جهت به وجود بیایه تا این نکته ضعف هایی را که خیلی بزرگ میکنن اینها دیگه خلع سلا بشوند و از اونها، یعنی از بیرونی ها گرفته بشه و ما به عنوان یک ملت از حقوق هممان انشالله دفاع بکنیم. حکومت ما به عنوان حکومت مورد حمایت و تأمین کننده منافع همه مردم انشالله در همه خلاصه اجلاس ها و در همه صحنه ها حضور داشته باشند و حرف همه را بزنند و یقینا اگر مردم پشت سر حکومت باشه این قضیه شدنی است. ما
مسئله دوم در یک خبری که از طرف دفتر رئیس الوزرای امارت اسلامی منتشر شد، توییت شد، از قول آقای حنفی یک خبر منتشر شد. مفهوم در واقع محتوای حرف اینه که جامعه اهل تشیع یک بخش مهم ملت افغانستان می باشد. من صحبت های آقای حنفی را دارم نقل می کنم. و ملت ما در ادوار مختلف تاریخ با هم برادروار زندگی نموده اند. اتحاد همه ملت برای ساختن یک افغانستان مستقل و مترقی ضروری است. ما عین این دیدگاه را همیشه داشتیم و تایید میکنیم. ما برای ساختن یک افغانستان با اقتدار، افغانستان مستقل، افغانستان نمونه، نیاز به وحدت همه جانبه داریم. نه تنها در نماز جمعه بلکه در جلسات داخل افغانستان، بیرون افغانستان صحبت کردیم. نه فردی، به شکل یک تشکیلات، به شکل یک باور، که هیچ مشکلی با برادران اهل سنت نداریم. واقعا الان به این نکته که حضرت آیت الله سیستانی خلاصه فرمودن بیشتر خلاصه نیاز به توجه و دقت است. ایشان فرمودن نگین اهل سنت، بگین جان ما، قلب ما. ما با این حقیقت ایمان داریم. در همه برخوردهامان این قضیه را دنبال میکنیم. الحمدلله صحبتی که با این فرازها مطرح میشود دلیل بر این است که به جامعه تشیع توجه میشه و باید توجه بشه. و ایشان فرمودن امارت اسلامی متعهد است تا مشکلات و پیشنهادات همه مردم افغانستان را بدون در نظر داشت قوم، سمت، مسلک آنان استماع نموده و به حل آنها اقدام نماید. بعضی وقتا در فضاهایی که به وجود آمد یک عده‌ای آمدن سوء استفاده کردن، بعضی صحنه‌ها را به وجود آوردن، بد معرفی کردن. ما خواستاریم و تقاضامون این است که حکومت اسلامی، امارت اسلامی افراد را با سابقه خودشان دنبال کنن، بشناسن. جامعه تشیع را از روند حرکت اجتماعی خودشان نگاه کنن. ما یک جامعه هستیم الحمدلله در مسائل فرهنگی، نه اینه که ادعا بکنیم، یک واقعیت است، نسبت به خیلی از مردم افغانستان جلویم. ما امروز شاهد توجه عمیق ملتمان به مسائل آموزشیم. من بعضی از نمونهایی که دوستانمان تعریف میکنن وقتی میشنوم واقعا لذت میبرم. حتی خانواده های داریم که اینها به سختی میرن مثلا کارهای مثل نخود پاک کردن انجام میدن، دستاشان رنگ نخود داره، اما بچه هاشان مکتب میفرستن. این نیروهای فکری برای ساختن کشور آماده میشه. ما عرض کردیم طرفداری این نیستیم که یک کسی باید به نام شیعه در یک وزارتخانه اونجا بگه آقا من مثلا حقوق شیعه را مطالبه میکنم. اما این را همیشه گفتیم و خواهیم گفت و این به نفع کشور است. بله، اگر یک کسی متخصص است میتونه یک وزارتخانه را بالاخره رهبری بکنه، او باید به وزارتخانه گماشته بشه از هر خلاصه قومی که باشه، فرق نمیکنه. او یک افغانستانی است، یک مسلمان است و ما نیازی به یک همچی آدم داریم. و در صحبتی که معاون شورای علمای شیعه جناب آقای اکبری هم داشتن و بر خیلی از تبلیغات و اصطلاح خط بطلان کشیدن، فرمودن
از ایجاد فضای امن و برادری که میان همه ملت افغانستان توسط امارت اسلامی به وجود آمده اظهار خوشحالی میکنیم. بعد در ادامه گفتن ما در عرصه های اجتماعی، آموزشی و توسعه خلاصه همه جانبه اعلان حق‌خواهی خواهیم کرد و امارت اسلامی هم وعده داده که انشاءالله به این مسائل توجه بشه. از جوانب مختلف قضیه داره دنبال میشه برای آرامش بیشتر و برای انشاءالله ترقی و پیشرفت بیشتر. آخرین نکته ای را که عرض میکنم، مناسبت خاص به ذهنم نیامد، در رابطه با این که چگونه میتوانیم این مشکلات را که داریم در سطح کلان جامعه پشت سر بگذاریم. زمان جامعه ما از این وضعیت نجات پیدا میکنه که در کنار مسائل عبادی که خب همه قبول داریم، هم دولت فعلی دولت امارت اسلامی است، در رأس دولت از بالا بگیرین تا پایین اکثرا خلاصه علما هستند، یعنی فعلا بیشترین افرادی که حکومت اداره میکنن شما میدانین فارغ التحصیل ها یا حداقل تحصیل کرده های حوزه های دینی هم دیگه، حالا یکی قابل انکار نیست، یعنی شما در هر اداره برین خلاصه اولین به اصطلاح لفظ و عبارتی را که باش برخورد میکنین کسانی هستن که اینا از آدرس دین خلاصه معرفی شدن، مولوی هستن، روحانی هستن. خب ما خدا را شاکریم که متدینین در اداره جامعه حضور دارن. اما خداوند به پیغمبر میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او خداییست که تو را کمک کرد، تو را تأیید کرد به یاری خودش و یاری مؤمنان، و الف بین قلوبهم، بین دلها بین قلبها یک الفت را به وجود آورد. خدا به پیغمبر می فرماید اگر همه زمین را به مردم می دادی این نیرو را نمی توانستی به دست بیاری. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، نه یک کشور، هرچی که روی زمین بود همش میدادی، اگر این همدلی به وجود نمی آمد تو نمیتونستی پیروز بشی. ما بیاییم از این فرمول قرآنی استفاده بکنیم، یعنی واقعا باید یک اداره ای به وجود بیایه که امکانش هست. واقعا بعضی جاها آدم وقتی با افراد برمیخوره همینطوریست. چند وقت جلوتر یک قضیه اداری بود، ما فکر کردیم که خب شاید نسبت به بعضی همین گونه باشه، بعد متوجه شدیم نه، این قانون مال همه است. گفتیم خیلی خوبه. خدا به پیغمبر میفرماید اگر همه زمین را هزینه می کردی این وضعیت نمی توانستی به وجود بیاوری. حضرت علی علیه السلام فرمودن از جا کندن کوه ها و کوههای استوار، ازالت الرواسی، کندن کوههای استوار آسانتر است تا الفت دادن دلهای از هم دور شده. باید در شرایطی که به وجود آمده دلها را به هم دیگه نزدیک بکنیم. اگر عدالت در ادارات واقعا نصب العین باشه، اگر تعصب دیگر نباشه، اگر امکانات عمومی برای همه مد نظر گرفته شود، اینها یقینا دلها را کنار هم دیگه قرار میده. وقتی دلها کنار هم دیگه قرار گرفت، منافع مشترک مدیریت شد، یقین داشته باشیم و پیروزی های کلان سراغ ما خواهد آمد. بهترین انسان از نظر پیامبر اون انسان است که زود با دیگرا گرم میشه و نرم میشه، انسانی که خیلی سخت میگیره و نمیتواند با جامعه همگون شود و همخو شود و نزدیک شود، در این انسان خیری نیست.
ما امیدواریم که با استفاده از این راهکار و روش که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن خیارکم احاسینکم اخلاقا الذین یعلفون و یعلفون، فرمودن بهترین شما خوشخوترین شماست، آنان که الفت میگیرند و الفت میپذیرند، هم وقتی میاین با آدم زود خلاصه نزدیک میشن، وقتی هم آدم میره با اونا حرف میزنه مراجعه میکنه، اگر ماموره، اگر مسئوله، اگر کار به دستش است، در اولین برخورد دل آدم تسخیر میکنه. اینا راه های ساختن یک جامعه است، راه های تغییره، همون که خدا فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند سرنوشت قوم را تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه خودشان برن تغییر سرنوشت بدن. امیدوارم که هممان به این مسائل توجه داشته باشیم، از افراد که در مراحل ابتدایی کار و مدیریت هستند تا افراد که در سطح کلان و بالا و در مقامات قرار دارن، تا انشالله وضعیت کشورمان را متحول بکنیم، امنیت و در واقع تولید، پیشرفت، آموزش و ترقی را انشالله بتوانیم بیش از پیش مدیریت کنیم و به وجود بیاوریم. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان معجل بفرما. عزیزانی که با حضورشان در نماز جمعه این صحنه عزت و بیداری و هوشیاری را یاری میکنم، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بفرما. دلهای ما در محوریت قرآن و پیامبر، اصحاب و اهل بیت پیامبر به هم دیگر نزدیکتر بگردان. کسانی که در تامین امنیت ما، در پیشرفت و عزت ما تلاش میکنن، اونها رو از همه حوادث، از همه آفات حفاظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. اللهم صل علی محمد.